من سلام میکنم خدمت شما عزیزانی که سلامتون سین و لام نیست به قول بعضی از دوستان، بلکه سلامتون وجود نازنینتونه که اون رو هدیه میکنید به مردم. بهترین سلام اونیست که یک واقعیت عینی پیدا کنه. بعضی فکر میکنن خداوند که مثلا سلامون علی نوح فی العالمین، مثلا فرشته ها و خطوه میسمسن میگه سلامون علی نوح فی العالمین. سلام خداوند سینه لامه، سلام خداوند رحمته، یه چیزی میفرسته که دل نوح آرام میشه، یه چیزی میفرسته که دل ما آرام بشه، اون سلام خداست. اگر گاهی تعبیر شده به این که موسیقی در ادبیات گفتن سلام خداست، به خاطر این که آرامش دلهاست. سما چیست؟ ز پنهانیان به دل پیغام، دل قریب بیا بعد ز گفتشان آرام. اون کسی که وجودش مایه سلام و سلامتی و صلح و دوستی هست، اون در حقیقت سلام حقیقی میکنه. بسم الله هم همینطور. بسم الله ما هم سین و لام و الف و میم و اینها نباشه، بلکه تجدید عهدی باشه که ما با پروردگارمون بستیم که تو پروردگار ما هستی. بنابراین من هر دفعه که بخوام یه کاری بکنم باز این قرارداد رو امضا میکنم زیرشو، به اصطلاح امروزی ها ریکانفرم میکنم، مجددن تایید میکنم که یس، بله بله توی پروردگار ما. و اون سوالی که کردی که الستو برب بکن، بله من جواب مثبت میدم در سخنی، در هر کاری که، حالا به خصوص کاری که یک اهمیت خاصی داشته باشه، امر زیبال باشه به تعبیر پیامبر اکرم. بسم الله مام تجدید قرارداد باشه. و این خدمت که نتیجه مستی و شراب معرفته، اما یک بخششی هست که از یه مستی سرچشمه میگیره که به قول مولانا که باده دختر کرم است و خاندان کرم، سر گشت پیاله گشاده است و از سخا گوید. سخاوت یک صفت نیست، یک فضیلت نیست، مجموعه ای از فضائله. یعنی هر کسی رو که درش سخاوت دیدید به معنی وسیع، از دیگر فضیلت ها در او نشان میبینید. سخاوت فقط این نیست که ما چیزی رو به کسی هدیه بکنیم. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، خود تقوام سخاوته. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. لب ببند و کف پرزر برگشا، که این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای آن کس کوچنین شاخی بهشت. اون شراب معرفت که اصل همه بخشش ها اونجاست، از مشاهده جمال حضرت حق حاصل میشه. سخاوت از کارهای چشمه، از کار دست نیست، اصلا کار دست نیست، کار چشمه. وقتی انسان چشمش افتاد به اون جمال، آنچنان شاد میشه، آنچنان مست میشه، آنچنان از خود بی خود میشه، وجد و شور و حال بهش دست میده که تمام وجودش بخشش میشه. اصلا نشان شادی بخششه، باید اول شاد بشه. شادی هم هیچ امکان پذیر نیست مگر یؤمنون بالغیب. اگر شما اون غیب براتون حاضر نشه و ایمان به اون غیب پیدا نکنین، شرط اولش ایمان به غیبه. کسی که ایمان به اون غیب نداره و چشمش به اون جمال غیبی، جمال صورت غیبی ز وصف بیرون است. هزار دیده عاشق به وام خواه، به وام. اگه چشم نداری برو چشم قرض کن، او رو ببین. وقتی که دیدی در پشت پرده یه چنین
بحر مواج قنا و ثروتی هست، بحر نامتناهی فیض هست، اون وقت پر میشی از شادی، از وجد. وجدم تشعشع داره، وجد وایبریشن به قول فرنگی ها داره، یعنی همینطور انسان از وجودش ساطع میشه، خیر و خوبی و محبت و خدمت و اینها از وجود چنان آدمی ساطع میشه. میگوید که شربنا علی ذکر الحبیب مدامتن، ما به یاد حبیب، به یاد دوست شرابی خوردیم و مست شدیم پیش از اون که اصلا این انگورها و این شاخ رز به وجود بیاد. پیش از آن که در جهان شاخ می و انگور بود، جام می و انگور بود، از شراب لایزالی جان ما مخمور بود. اگر کسی تصور بکنه که نوری از خودش داره، نور فقط مال یه نفر، به همجهت هم سخاوت یه نفر فقط سخی در عالم هست، بقیه فقیرن. ما چیزی نداریم مثلا که لا املک الا دعا. دعام یعنی گدایی، در واقع دعا یعنی چی؟ یعنی من هیچی ندارم، یه چیزی به ما بده. اگر نه لا املک الا دعا. لحل بدر کأسون، اون شراب ماه جام اون شرابه. وحیه شمسون، خود اون شراب چی؟ خورشید. به نیمه شب اگرت آفتاب میباید، ز روی دختر گلچهره رز نقاب انداز. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. این خورشید رو با یه جرقه از اون شراب روشن میکنن. این که خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. لحل بدر کأسون وحیه شمسون یودیرها هلالون، اون هلال شما هستین انشالله، ما هم باشیم. یه کمرباری که کمر همت میزنه هلال رو، چون به علت باریکی به چند چیز تشبیه کردن، رمز مقام ولایت و محبت و دوستی هست. چرا؟ برای این که هم هست هم نیست، یه لحظه نگاه میکنی هست، یه لحظه دیگه نیست. چون ماه نو ره نظارگان بیچاره، زند به گوشه ابرو در حجاب رود، تا بیای ببینی هست یه مرتبه غیب میشه. بنابراین اون هلال که حالا به علت اون شراب یه سرخی هم پیدا کرده، اون هلال احمره. در واقع هلال احمر اونیست که از اون شراب داره توضیح میکنه، اون شراب عشق، اون شرابی که اگر یه بویی از این شراب به مغرب برسه، از مشرق بره به مغرب برسه، ولو ابقت فی شرق انفاس و تیبه ها، اگر که از مشرق پیاله انفاس طیبه و طاهره این شراب وزیدن بگیره، و فی القرب مذکومون، که میلیون هاش هستن و در قرب یه مذکومی باشه که زکام شده باشه، بوی خدا رو نمیشنوه. بخیل بوی خدا نشنود، بیا حافظ پیاله گیر و کرم ورز، و زمان و علی من زامه. اون کسی که بخل میورزه و بوی خدا رو نمیشنوه که بخل میورزه، اگه بوی خدا به مشامش بخوره دستش باز میشه، بخشنده میشه، جنرس میشه. ولو ابقت فی شرق انفاس و تیبه ها و فی القرب مذکومون فعاد له شمو، دو مرتبه شامش رو به دست میاره، عطر خوش سخاوت و بخشش و بلند نظری و همت و گذشت رو میتونه دو مرتبه حس بکنه. و شما ببینید هر چی در عالم فتنه و آشوب هست، مال اینکه یک کسی از یه چیز نمیتونه بگذره، حالا یه شهوتی یا یک چارشه مال دنیاست، یا یه چهار تا آسایشیه که خیال میکنه میخواد به، یه چیز مختصری است، یا یه کینه است در دلش گیر کرده، تمام این آخرش برمیگرده به همون بخشش. بخشش که آدم داشته باشه، همه این سوا دیگه کینه تو دلش نمیمونه، حسد از بین میره، همه صفات خشم مثلا چی؟ خشم نمیتونه آدم بگذره یه چیزی، همین تو فکر میکنه که اینجا. غرور نمیتونه از خودش بگذره که اجازه بده که یکی دیگه هم اونم یک کسی باشه.
اونم بر خودش آدمی باشه، اونم آبروش حفظ بکنه، میرم من باید باشم. بنابراین اون شراب رو باید توضیح کرد. امروز در عالم بیش از هر زمانی نیاز هست به این که این شراب معرفت توضیح بشه. و این همه که بحث اخلاق کردن، اخلاق در عالم که باز جوهر اخلاق برمیگرده به همین سخاوت، جوهر اخلاق همون احسانه. این بدون ایمان به خدا میسر نیست. افکار و اندیشه فلاسفه دنیا رو بخونید، هر آدم فهمیده‌ای در دنیا بوده اینو اعلام کرده که نمیشه که شما یه اخلاقی درست بکنی مبتنی بر هومانیزم که ما چون بشریم و اینا ما باید به هم محبت بکنیم، این نمیشه هم چیز. عملا و از نظر اندیشه و تئوری میسر نیست. به همین جهت شما میبینید اسپینوزا یه کتابی نوشته نام اخلاق، تمامش الهیاته. اصلا بعضی شاید نمیدونن، فکر میکنن که کتاب اسپینوزا راجب اخلاق، اصلا راجب اخلاق نیست، راجب خداست، راجب قیامت، راجب الهیت، راجب توحید، راجب این مسائله. چرا اینو گذاشته اسم اخلاق؟ برای اینکه اخلاق بدون این اصلا میسر نیست، باید یه جایی دستت بند بشه. نه که اون میسر نیست، هیچ چیزی میسر نیست، بدون اون اتصال همه چیزها گسیخته میشه، اصلا پراکنده میشه. هنر پراکنده میشه، موسیقی پراکنده میشه، نمیدونم روابط انسانی پراکنده میشه، دوستی ها و حلقه های محبت همه پراکنده میشه. اون سر زلف اوست که باید بیاد وسط جمع. الان ما دستمون یه جای بنده، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. اگر سر زلف او آمد ما همه آدم ها دست میزنن و تسمو به حبل الله جمیعا، چو دست او رسن گردد که دست چاهیان گیرد، دستشو دراز میکنه که دست منو بگی بیار بالا، ما هم چاهی هستیم دیگه، ما تای چاه هستیم. چو دست او رسن گردد که دست چاهیان گیرد، چه دستک ها زند جانم چو پایم در رسن باشد. وقتی میبینی که دستشو دراز کرده، ریسمانی فرستاده که تو اینو بگیری بیا بالا، یوسف ها آمد رسن در زند و دست. یوسف حسنی تو این عالم چو چاه، این رسن صبر است از امر اله، صبرم از بخششه. همه اینها رو که بر میگردید در نهایت تحلیل میکنین، میبینید همه اینها بر میگرده به بخشش، بر میگرده به گذشت، بر میگرده به بلند نظری، به همت والا. همین که من نمیخوام، استغنا هم بخششه، من نمیخوام استغنا و کنشه خیر من استغنا که بهی. این که حضرت مولا فرمودن اگه آدم بگه آقا من نمیخوام اصلا اینو، نیازی ندارم، بهتر از این که هزار جون بکنه و اونو به دست بیاره در حالی که بی نیاز ازش. وقتی که استغنا میتونی از خود اون شی مستغنی بشی، خیلی آسان‌تره که نباید کلی زحمت بکشی و رنج و مهنت و دیگران هم رنج و مهنت بدی، مگر اینکه خدمتی بخوای به دیگری بکنی. بنابراین اول الذین یؤمنون بالغیب، این کتاب میفرماید که هدن للمتقین، متقین کی هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، چون بدون ایمان به غیب نمیتونی تقوا بکنی. و یقیمون از صلات، بعدم باید این با اون غیب یه ارتباطی باید برقرار کنی. اگه همین یه ایمان به غیب پیدا بکنی و بری دنبال کارت، باید ارتباط روزمره برقرار بکنی که این هر روز معلوم بشه که این بالا سر من هست، این ابر فیاض بارنده بالا سر من هست، سایه او بالا سر من هست. بنابراین من هر چی که دادم یه نفر هست که اونجا مرکز کله، حتی جانت هم که بدی جانستان اونجا. چرا اونها زیر شمشیر غمش رقص کنن رفتن؟ برای چی اونها اون با اون اشتیاق رفتن زیر شمشیر؟ برای اینکه جانستان دیدن، یوسفی دیدم، یوسفی جستم، ظریف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. ما دیدیم مثلا یوسفستان اینجا هر کی هست یوسفه. بنابراین اگر که چشمت افتاد به او، اون وقت اتصالم حتما دلت میخواد برقرار بکنی. بدیهیه که آدم وقتی معشوقشو بالاخره ایمیلشو میگیره، تلفنی میگیره، تماسی برقرار میکنه، که ما هر روز دو مرتبه صبح
اعلام میکنه که من بنده تو هستم و تو پروردگار منی، منحصر به فرد، با بقیه من قاطی نکردم، تو رو با دلار و با شهرت و با مقام و اینا من تو رو قاطی نکردم، تو ایاک نعبد، فقط تو رو دوست دارم. چقدر این خانوما حق هضم میکنن از این موضوع که هی تکرار میکنه که فقط منو دوست داری. بله، چرا؟ برای اینکه عشق دلش میخواد که فقط مال این باشه. خیلی تاکید دارن دون این که مبادا یک کسی دیگری همه رو میبخشه، اینو نمیبخشه. خانومه حقم داره، برای اینکه میگه منو فقط با دوست داشته باشی. اون وقت اون کسی که مرکز مجموعه همه جمال هاست، بدیهیه که نمیذاره که شما این طرف اون طرف چشم ابرو بندازی، یه گوشه ابرو بندازی به دلار، میفهمه اونجا، میفهمه بعدن فکر نکن میتونی دیگه من معاشقه بکنی باش، قهر میکنه. قهرم که کرد اون دیگه، همه آدما باید قهر میکنن، همه فضاها منفی میشه، همه موجها وایبریشن ها همه قطع میشه، چون اون قهر کرده دیگه کل عالم قهر میکنه، سنگ و کلوخ هم با آدم قهر میکنه. و وقتی که اون میخنده همه چیز با عالم میخنده، وقتی اون دل اون با آدم بازه، آدمای خوب میان دور اطراف آدم جمع میشن، کارهای خوب آدم انجام میده، محیط اطرافش، همه شرایط در جهت خوبی، حتی اگر سختی و مشکل هم پیش بیاد مثل گل اون انتخاب میکنه. بنابراین ادبیات ما پر است از این تعلیم که اول تو متصل شو به اون دریای رحمت، به اون دریای کرم، و بعد این اتصال رو تحفظ کن. اون وقت بینفقون فی سبیل و مما رزقناهم ینفقون. شما تقریبا همه جای قرآن میبینید که این به هم ارتباط داره، این مسئله که ایمان به غیب، حالا ایمان به خدا، ایمان به روز جزا که غیب شامل همه اینها میشه، اعمه شامل فرشته و بهشت و همه اینها میشه، ایمان به بانک الهی که مرحوم پدر میفرمودن تو به این بانک ها، به بانک الهی بیشتر اطمینان داشته باش، تو اگه چیزی داری اضافه بذار در بانک الهی. گفتیم ما خواستیم بگیریم چه جوری؟ گفتن که بگو هو، بگو میخوام، میفرسن یه نفر رو مأمور میکنن، میفرسن بهت میدن، فکر نکن میارن در خونتون، لازمه چک بکشی، چکش همین اراده توه، هر وقت نیاز پیدا کردی میفرسن برات. و ایشون اینطوری بود، یعنی هیچ اصلا انگار نه انگار که کسی دیگری در عالم هست. گفتن انبار ما به انبار حق وصل، آمده بود کسی که شما در این ایام قحطی ما میخوان که یه مقداری از نمیدونم کجا براتون برنج بفرستیم. گفتن که انبار ما به انبار حق وصله، اگر انبار ما وصل شد که دیگه نگرانی نداره آدم که مثلا چقدر داده حساب بکنه و چرکه بندازه و بعد مثلا حتی خیراتش رو به حساب بیاره. خیرات چه اگه به حساب بیاره حسابش میرسن، که تو خیال کرده بودیم اگه تو کاری هستی اصلا. بخشش فقط کار خداست، بخشش نمایشگاه ثروت بیکران عشق است که دست به دست میرود و هر دو دست را برکت میبخشد. یا به قول شکسپیر، بخشش یک باران فیاضی است، a gracious rain، یک باران فیاضی است که از آسمان به زمین میبارد، اون از اونجا میاد. اون وقت هم دهنده رو و هم گیرنده رو، اصلا دهنده و گیرنده مال ربطی به اون باران نداره، اون باران از آسمان میاد، اون باران از آسمان میاد. اون وقت دهنده یه فیض میبره، گیرنده هم یه فیض میبره، یکی رو میکنن گیرنده، یکی رو میکنن دهنده، وگرنه ربطی به ما نداره اصلا. این که ما شأن اینو پیدا بکنیم که عنوان سخاوت و بخشندگی یا خدمت بگیم، منتها از جهت تعلیم و تعلم گاهی مردم به این تعبیرات از باب این که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از این بابت تعبیر میکنن که خوبم هست که آدم قدر، وگرنه آدم نباید به خاطر خودش خطور بکنه، بایستی که بگه این گوهر رو به قول ابن سینا و ربما قار من غیر اهلهی، اگه یه کسی اومد گفت کمک بکنه، گفت آقا نمیخواد شما کمک بکنی، من خودم میکنم. اگه ببینه که اون اهل نیست میگه شما اصلا قابلیت نداری. یه کسی جوانی بود ناخلف شده بود و مادرش نیاز داشت، اونم خیلی ثروتمند شده بود، به مادرش کمک نمیکرد، مادرش در سختی گذاشته بود. بعد به من گفتن آخه تو چجوری شما تصور میکنی که این چرا نمیکنه اینا؟ گفتم برای که اون پول قابلیت نداره، اون پول قابلیت این کار رو نداره، وگرنه مال نقصان قابلیت اون پوله،
که معلوم نیست از کجا در اومده. هر پولی رو که اصلا پول نیست، گاهی اوقات چیزهای دیگری به صورت زر در میاد. ای زر اگر، ای غم اگر زر شوی، ور همه شکر شوی، به صورت شکر در میاد. غم و غصه میان به صورت زر در میان. اون زر قابل این نیست که به اون مادر بدی، اون سمه. یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر مار رو کاهش جان میخوری. اون زهر مار رو داری میدی به چیزت، اون مال تو نیست اصلا. اون مالی که از غیر در آوردی با هزار، گفتش که یک کسی رفته بود خربوزه بخریدید، خربوزه ها رو گذاشتن اونجا، گفت اینا کیلو چنده؟ گفتش که این وریا کیلوی 150 تومنه، این وریا کیلو 50 تومنه. گفت اینا که این همه؟ گفت بله این همه، از خربوزه هر دو شیرینه. و گفت پس چطور یکیش اینقدر ارزونه، این یکی اینقدر گرونتر؟ گفت اینا مال خودمونه، زمینش مال خودمون بوده، آبش مال خودمون، این مال حرومه، اینو آبش از جای غصب کردیم، زمینش غصبی بوده. اینی که اینو چیز 50 تومن میدیم، ولی حالا بادم با انصافی بوده که مال حروم ارزونتر میداده. بعضیا مال حروم هم باز به همون قیمت گرون میخوان بفروشن. بعد گفتش که بعد سر شاور جلو گفت آقا یه نوعی نداری کیلو 25 تومن که مثلا حروم تر از این باشه، مال صغیر و این چیزا هم توش باشه، اضافه باشه؟ بله اون به نسبتی که انسان از صراط مستقیم دور بشه، ممکنه به یه سرازیری و یه سراشیبی آسانی، جاینت ایز میگن اروپایی، یعنی قول آسانی، قول آسایش، این انسان رو ره میزنه و میگه که آره این آسونتره، این که آسونتره بکن تا به سر بیفتی تایید شا. بنابراین اگر که ما از بالا شروع بکنیم بخشش رو، اون وقت همونیست که سعدی گفت که ندانمت. هر وقت این شعر سعدی رو من میخونم در بیت دومش یاد همین مجلس میفتم که ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. به هیچ کس اون شبیه نیست، ولم یکن لو کفن احد، اون کسی نیست که مشابهی داشته باشه که بگین خب ما یه خود از این قرض میکنیم یه خود از اون قرض میکنیم، اون فقط یه نفره.